لوګر یکی از ولایاتی است در افغانستان که محصولات زراعتی به مقیاس تجارتی در آن تولید می شود. زمین های وسیع، آب فراوان و زارعین سخت کوش ولایت لوګر را به یک ولایت زراعتی تبدیل کرده است. تمام محصولاتی که در بازار سبزیجات لوګر وجود دارد در خود این ولایت پرورانده شدند. محمد عمر از قریه سرخابات در ولسوالی محمد آغا از چیزهایی که در زمین هایش می کارد نام می گیرد. به این زمین ها پیاز می شد، کچالو می شد، گندم می شد، جواری می شد. دهاقین از برخی مشکلاتی که در جریان کارشان وجود دارند شکایت می کنند. نه دولت، از دولت ما هیچ دمی دو سه سال هیچ کمک ندیده ایم. نه از نگاه تخم، نه از نگاه کود کیمیایی، از نگاه هیچ چیز برای ما کمک نکرد. اگر کمک بیاد در بالا ولسوالی به نام این آن کلگی را مسئولین بلند پایه می خورن. یا مثل دهقان دیگری که از مرض صحبت می کند که امسال در برخی مزارع گندم شو یافته است. دو سپیلان چې دا غنمو مرز کړی دا نو د سنور مرزونه هم دی پیاز لري کچالو لري نو دی بالکل زراعت نشته. سید صدیق برای 10 سال است که در بازار پول علم دکان میوه و سبزیجات دارد. ترکاری ها سبزیجات شب گندنه و گشنیز پیاز اینا در یه وقت موسمی منطقه خود ما زمین ساحل لوګر موجود میشه. میواجات از کابل میریم. در لوګر دیگه عموما کچولو کشت میشه، پیاز دی سالا زیاد کشت میشه چون تجارتش بخارج میره به پاکستان. انجینر محمد ایسا رئیس زراعت ولایت لوګر از برنامه های دولت در جهت انکشاف زراعت دفاع میکند. ما در کمپاین بهاری 300 تن تخم بذری از طریق تصدی تخم های اصلاح شده بذری برای ولایت لوګر سهمیه انتقال شده که 267.5 تن آن برای 29 کوپراتیف ما توزیع صورت گرفته که با اونا طور پروتکل شده که بعد از رفع حاصل همین مقدار تخم دوباره در اختیار دولت قرار میده. امسال هم نسبت ای که مقدار بارندگی و آب فراوان است انشاءالله که ما حاصلات خوبی خواهیم داشت و طوری که ما بررسی میکنیم کشت غلجات ما تا فعلا خوب است. یکی از مشکلات در ولایات جنوبی و شرقی افغانستان مسئله کشت مواد مخدر است، چیزی که گفته میشود در ولایت لوګر وجود ندارد. در تمام ولایت لوګر اصلا کشت مواد مخدر صورت نمیگیرد و ما ولایت ما عاری از کشت مواد مخدر است. دهاقین لوګر دریافتند که کشت گندم و سبزیجات بسیار بیشتر از کشت مواد مخدر به منفعت خود و کشورشان است.